خوش آمدید به دیدبان. مریم افشنگ هستم. در مورد مطبوعات این هفته از تحولات تازه گریس، کشتی توقیف شده ایران در جبل العطارد خواهیم گفت تا موج تازه بازداشت متهمان به فساد اقتصادی. و همینطور افزایش دستگیری‌های جوانان و کسایی که در جامعه مدنی فعال هستند همزمان با تبلیغ درباره بهبود اوضاع غذایی کشور. و در ادامه برنامه فقط نخست وزیر را مقامات بالاتر میفهمند که چارلز آگوستوس داری توییت میکنی؟ نه. خب این طور به نظر میاد. البته که توییت نمیکنم. چرا باید توییت کنم؟ اونو بده من. بدش به من. چرا میکنی؟ ولش کن. نسخه های مدرن کاراگاه، شهر و موسیقی کلاسیک در برنامه های دوبله شده جدید بی بی سی فارسی. سلام آقای بهنوت. خبرهای مربوط به بازداشت به قول معروف متهمان فساد اقتصادی خب خیلی پروپیمون بود، ولی در مورد فعالان جامعه مدنی و بازداشت‌هایی که صورت می‌گیره واقعا خبری در روزنامه‌ها میومد؟ روزنامه‌ها اشاراتی می‌کنن، ولی ببینید وقتی که سخنگوی قوه قضاییه در یک جلسه به خصوص از اینکه اسم یکی از متهمان مفاسد اقتصادی رو که دستگیر شده و مدت‌هاست که صحبتش بود خودداری میکنه و حتی عتاب میکنه به خبرنگارا و میگه که دیگه قرار بودش که نکنین این کارو، وقتی که رأی ندادن چرا میگین، و همزمان با اون وقتی به نوشین جعفری میرسه اسم میاره، بعد اتهامات رو هم به عنوان انگار که قطعی شده باش صحبت میکنه، پیداست که همین فضا هم به روزنامه ها منتقل میشه و روزنامه ها هم راجع به مباحث خیلی زیاد ننوشتن، ولی زیر پوست مسائل بود. بریم شروع کنیم با روزنامه ایران که از جایزه جدید آقای کلهر گفته و نخستین نوازنده ایرانی که یک چنین جایزه گرفته. برای موسیقی ایران نماینده خوبی شده در سطح جهانی. میبینید که به درست میاد خب تیتریه که روزنامه جایزه بومکس هست که میشه. بله. جایزه بومکس امسال دارن مهم هم هستش واقعا. حالی بریم روزنامه همشهری رو ببینیم. با گزارش بسیار کارخانه آزادی. بله. خب خیلی خیلی گزارش خوبیه. اصلا به نظر من همشهری واقعا یه تغییر بسیار چشمگیری کرده. همطوره. چند وقت پیش هم یه گزارش داشت در مورد ماشین خوابی پدیده. بله. ماشین خوابی واقعا عالی بود. این گزارش، این کارخانه آزادی یک جایی هست، کارخونه که شرط استخدام اینه که شما سوء پیشینه داشته باشید. محمد صادق خسروی اولیا بسیار عالی رفته به این کارخونه، کسانی که گورخواب بودن، کسانی که حتی قتل انجام دادن، هر چی جرم و جنایت که میتونستن انجام بدن دادن و الان، و خب یکی از معضلات این بوده که اینا وقتی از زندان میومدن بیرون یا وقتی ترک میکردن میومدن بیرون جامعه پذیرای اینا نبوده، ولی این کارخونه که مثل اینکه کار زیتون میکنه اینا رو استخدام میکنه. 183 نفرن. از پسری میگه که مسعود که 100 بار ترک کرده، 13 سال گورخواب بوده و الان واقعا معتاد بوده، ازدواج کرده، یک فرزند رو به فرزند خونده که قبول کرده، دختر 5 ساله رو، و یکی از مهمترین آدمهای اون کارخونه است، بسیار باهوشه، بسیار خلاقه. از دختری میگه که اچ‌آی‌وی مثبت داره و خلاصه بسیار گزارش خوندنی و خیلی اصلا خود این فکر بود. مدیر کارخونه یکیشون تعریف میکنه به اینکه زندانی بوده و مدیر کارخونه اومده اونجا بازدید زندان، همین مسعود هست در واقع. باید. در اون جایی که داشته ترک میکرده مثل اینکه 4 سال اونجا میمونه از ترس اینکه اگه دوباره بیاد بیرون دوباره معتاد بشه. خیلی خوب بود. اما روزنامه بعدی آرمان ملی. آرمان ملی گفته باشم که جانشین آرمان هست، آرمان امروز هست که دو هفته پیش خبر دادیم که متوقف شد انتشارش. کما بیش همون افراد هستند، حالا نه همشون ولی بیشترشون هستند. میبینید که شکایت وزیر اطلاعات بالاخره حسن عباسی بازداشت شد. آقای عباسی این اواخر خیلی شلوغ کرده بود، یادتون باشه حرفای عجیب غریب زیاد از این دکترینال و اینا، این داستان شروعش رو مردم عادت کرده بودن، یه بخشی شده بود از زندگی مثل برنامه‌های سرگرم کننده تلویزیون. ولی اگه یادتون باشه پارسال ایشون یه چیزی گفت که سر صدای علمای قم رو در آورد، این دفعه حمله کرد به قم و اینکه اونجا چرا
به اندازه کافی به اصطلاح مقابله نمی کنن با افراد مثلا کم حجاب و چه و چه، و بعدم اعتراض کرد به این که اصلا این همه مرجع میخوان چیکار کنیم مثلا خبری نیست، که بعد خب خیلی عوارض مهمی وجود داره، ولی طبق معمول خب با ایشون یه رعایتایی میشه، بازم شد. این اواخر خیلی دیگه توی مسائل که حساس هم هست الان در زمان تحریم به اونجا حضور پیدا کرد، و به حال سرانجام با شکایت وزیر اطلاعات ایشون دستگیر شده است. روزنامه بعدی صبح نو هست که خبر و تیتر اولش رو کرده احتمال آزادی نفتکش توقیف شده ایران. ولی از اینجا یعنی از وسط های هفته این خبر اصولا در سطح جهان تبدیل شد به خبر، یعنی شروع شد که معلوم بودی اتفاقاتی افتاده، و از این اتفاقات روزنامه ها تعبیر به این کردن که پس انگار که کشتی ایرانی قرار است در جبل طارق یه تحریکت هایی هم کرده بوده، یه چیزایی داشته. فقط ما لازم اینجا بگیم که احتمال الان خبرهایی داره میاد از احتمال آزادی گریس، ولی تا زمانی که ما مشغول ضبط این برنامه بودیم هنوز تیتر صبح نو هستش احتمال، یعنی بله. روزنامه بعدی سازندگی هست و سازندگی دیگه احتمالی نیست به خاطر اینکه عکس آقای نجفی بزرگ اینجاست، و این خبر هم که خب در اون زمان اعلام شده بود مهمترین خبر دیروز روزنامه ها بود، و اینکه بالاخره بستگان میترا اوسلاد قصاص نخواستند. برادرش اعلام کرد که ما بقول معروف توصیه بزرگان که اومدن و بدون اینکه چیزی دریافت کنیم بخشیدیم. خب آقای بهنود، برمیگردیم برگزیده ها مجله ها رو با هم نگاه میکنیم، اما تا لحظات دیگر بهرنگ تاجدین اینجا در استودیوست تا از تازه ترین برنامه های دوبله شده در بی بی سی فارسی. فقط ماشین رو برون لطفاً، وای فقط برون خدایا. شرلاک مری خوبه؟ مری نفس تو دیگه شروع نکن. آروم جان گمونم باید بذاری کنار. حسگرهای نصب شده در تمام نقاط شهر هر لحظه داده‌های جمع‌آوری شده را برای تجزیه و تحلیل به مرکز عملیات یکپارچه شهر می‌فرستند. کلی نامه داشتیم که این شرلوک هولمز چی شد. خب حالا بگو چی شد، چه خبر؟ ببین فصل سوم سریال شرلوک اونجا تموم شد که سوار هواپیما کرده بودن تبعیدش کنن. یه دفعه یه ویدیویی از مرحوم موریارتی روی همه تلویزیون‌های دنیا ظاهر شد که میگفت دل که تنگم شدین. اینا هم فوری ترسیدن گفتن نه نرو، شرلوک رو برگردوندن. حالا جناب هولمز برگشته، ولی به جای اینکه به دنبال موریارتی بگرده چون میگه مرده، همینجور داره مثل همیشه دنبال پرونده میگرده. بازرس لستراد میاد دیدنش، میگه ببین جشن تولد 50 سالگی یکی از اعضای کابینه بوده، پسرش تبت بوده، زنگ میزنه میگه که بابا برو ماشینم بیرون خونه پارکه ازش یه عکس بگیر. یه هفته بعد از این اتفاق میفته. ببینیم در واقع راننده مست نجات پیدا کرد، تونستن اونو بیرون بکشن، ولی وقتی آتیش رو خاموش کردن و ماشین پارک شده رو بررسی کردن یه جسد پیدا کردن. جسد کی؟ چارلی ویلزبرو، پسر خانواده. چی؟ پسری که در تبت بوده، آزمایش دی ان ای هم ثابت کرد. شب مهمونی ماشین خالی بوده و یه هفته بعد جسد پسر پشت فرمون پیدا شد. آره فکرام تو رو سر شوق بیاره. گزارش آزمایشگاه دستته؟ بله، چارلی پسر یکی از وزرای کابینه است. بنابراین برای رسیدن به نتیجه خیلی تحت فشار. کی به این چیزا اهمیت میده؟ درباره صندلیا برام بگو. صندلیا؟ بله، صندلیای اتومبیل. پلاستیکی بوده. دو نوع مختلف از روکش پلی وینیل. اتومبیل خودش بود؟ آره، نه از اون شیکاش، پسر دانشجو بود. خب مشخصه. چرا؟ پلاستیک از چهار مرزون‌تره. آره درسته. یه چیز دیگه هم هست. چی؟ طبق این گزارش چارلی ویلز برو یک هفته قبل مرده. طبق معمول داستان خیلی پیچیده‌تر از اونیه که اولش به نظر میاد، و به تدریج هم
پای یکی از دوروبریای خود شرلوک به داستان باز میشه. بیشتر از اینم لو نمیدن، داستانو ببینید. خبر بعد اینه که این آخرین فصل این نسخه مدرن شرلوک با بازی بندیکت کامبربچ و مارتین فریمنه. بهترین بودن، یعنی من تو شرلوک ها اصلا بندیکت کامبربچ برای من بهترین و خیلی خوبه. ولی من بین همه شخصیت‌های این نسخه جدید شرلوک، اون دوتایی که دوست دارم، یکی مری زن دکتر واتسونه، یکی هم مایکرافت برادر شرلوک. آره منم برادرش دوست دارم. خیلی شخصیت ریلکس، راحت، اصلا دیگه بازیگرش مارک گتیس، کسی که اصلا یه نقش عمده‌ای هم در نوشتن این شرلوک جدید داشته. خب اولین قسمت فصل چهارم سریال شرلوک رو میتونید پنج شنبه 31 مرداد ساعت 9 شب به وقت تهران و کابل، 9:30 شب دوشنبه ببینید. ساعت و تاریخ بازپخشش رو هم که دارید میبینید، قسمت‌های بعد رو هم میتونید هفته‌های بعد در همین روز و ساعت تماشا کنید. بعدی چیه؟ مجموعه هست به اسم شهرهای هوشمند. ببین چند سالیه که از هوشمند کردن شهرها به عنوان راهی کم خرج و راحت برای حل خیلی از مشکلات، از ترافیک و زباله گرفته تا جرم و جنایت و خطر بلایای طبیعی برای شهرها اسم برده میشه. ولی سوال اینه که اصلا این شهر هوشمند یعنی چی؟ یکی از بهترین نمونه هایی که توی داستان شهر هوشمند ازش نام برده میشه، یه شهری به اسم سانگدو در کره جنوبی، یه شهر 100,000 نفری که اتفاقا همین 10-15 سال اخیر ساخته شده، 35 میلیارد دلار هم خرجش شده و این شهر انقدر پیشرفته است که این سیستم زبالشه. ببین نکنم برای خیابونا، خونه ها، ادارات و رستوران هاتون سطل زباله جدا دارین و تمام زباله ها کاملا به تر و خشک و بازیافتی و غیر بازیافتی تفکیک میشه. بعد اینها به داخل شبکه ای از لوله های زیرزمینی به طول 55 کیلومتر مکیده میشه و به 7 مرکز جمع‌آوری میره. اونجا هم تمام زباله ها عملا داخل محفظه هایی فشرده میشه و میره توی کوره تا بسوزه که با حرارت ناشی از اون بشه برق بعضی از این ساختمون ها رو تأمین کرد. در کنار سیستم جمع‌آوری زباله با مکش هوا، یه سیستم دیگه هم هست که فاضلاب رو به صورت غیر هوازی تجزیه میکنه و عملا به انرژی تبدیلش میکنه. خیلی جالبه. باور نکردنیه، یعنی اصلا آرزوی آدم بره یه چنین شهری زندگی کنه. شهر اینقدر هوشمنده که بچه ها از کلاس اول به جای اینکه نقاشی کنن و اینها ربات میسازن. نکته جالبی که تو تمام این مجموعه هست این سواله که آیا میخواین توی شهری زندگی کنید که شهرداری و پلیس و بقیه مقام ها از همه جیکوپیکتون، از همه رفت و آمداتون خبر دارن یا نه؟ سوال جالبیه و امیدوارم که جواب براش پیدا بشه. اولین قسمت مجموعه شهرهای هوشمند رو میتونید جمعه اول شهریور ساعت 6:30 عصر ببینید به وقت تهران و کابل، هفته بعد از ظهر دوشنبه. تاریخ و ساعت بازپخشش رو هم که دارید میبینید، قسمت‌های بعد هم هفته‌های بعد در همین روز و ساعت پخش میشه. بعدی جشنواره موسیقیه. دقیقاً جشنواره موسیقی بی بی سی پرامز بزرگترین جشنواره موسیقی کلاسیک سالانه دنیاست و همیشه هر سال توی این کنسرت هایی که در واقع این جشنواره رو تشکیل میدن، علاوه بر یه سری اجراهای قطعات کلاسیک و آهنگسازهای کلاسیک بزرگ، یه سری اجراهای متفاوت هم داریم. من مثلا برای نمونه یک کنسرتی رو انتخاب کردم به اسم صدای فضا که قطعات موسیقی یه سری از فیلم های فضاییه، از جاذبه و رسیدن و در میان ستارگان گرفته تا خیلی فیلم های دیگه. خیلی هم سخت بود انتخاب، انقدر اجراها قشنگه که واقعا برام سخت بود انتخاب فقط یه قطعه. یک تکه رو که انتخاب کردم مال فیلم هست به اسم ماه، سال ساخته سال 2009 که ببینیم خیلی جالبه. Thank you.
قطعه رو انتخاب کردی و استرس و هیجان و همه چی. اصلا واقعا عالی بود، همه قطعاتش عالی بود. نه بسیار عالیه. خب اولین قسمت کنسرت های بی بی سی پرامز سال 2019 رو میتونید پنجشنبه 31 مرداد ساعت 7 شب به وقت تهران و کابل، 7:30 شب در دوشنبه ببینید. تاریخ و ساعت بازپخشش رو هم که دارید میبینید، کنسرت های بعد هم هفته های بعد در همین روز و ساعت پخش میشه. این قطعه هم که دیدیم بخشی از قسمت پنجمه که پنجشنبه 28 شهریور پخش میشه. عالی. و میتونید نظرها، پیشنهادها و انتقاداتتون در مورد این برنامه ها و بقیه برنامه های دوبله شده بی بی سی فارسی رو حتما با ما در میان بگذارید. و همینجا ممنونم از همکاران بهرنگ تاجدین. برگزیده این هفته از روزنامه اعتماد آوردین گفتگوی با محمد قائد درباره ادبیات مشروطه و کتاب عشقی سیمای نجیب یک آنارشیست. این کتاب تازه در اومده در مورد میرزاده عشقی هست. در مورد میرزاده عشقی است. ببینید این از این تیتر میشه فهمید، از سیمای نجیبی که آنارشیست میشه فهمید که آقای قائد مثل همیشه یک کار جداگانه‌ای کرده، یک کار تازه‌ای کرده، ابتکاری هست در این کار. کمتر کسی میره تو شعرها و از تو شعرها به این نتیجه میرسه که عشقی اصلا چی میخواست، چون عشقی تقریبا هیچ اتفاقی رو و هیچ کسی رو از کسانی که وجود داشتن نمیخواست. یه دنیای خیالی هم تو سرش خیلی رمانتیک بود، به همین جهت به همه غیر از سید ضیاءالدین فحش داد. یعنی فقط سید ضیاءالدین طباطبایی بودش که از او فحش نخورد. حتی مدرس که بهش محبت داشت به او هم گفت، به دیگران زبان خوب تندی هم داشتش و به همین جهت به تعبیر ایشون نجیب بود، ولی در این حال یا آنارشیست بود. این رو نوع روبرو شدن با فکت و دلیل، البته مقدار زیادی مدارک هم هست، شما رو آخر روزنامه قرن بیستم هم آقایت پیدا کردند و برای اولین بار منعکس کردند. کتاب خیلی خوبی شده برای کسایی که میخوان واقعا مسائل جهان رو ببینند. این البته اولین کار مهم آقای قائد نیستش. خب بریم مجله شهربانو، مجله جدیدی هست. دو تا مجله از انتشارات شهرها رو هستش برای زنان مشهد. نباید انکار کرد که یک جنبش ها و یک تحرکایی هم وجود داره در مشهد، از قدیم وجود داشته. بسیاری از شهرهای نامدار تاریخ زنان ایران، تاریخ جنبش زن ایران، از خراسان اومدن. به همین جهت هم این گزارش نشان از این دارد که این فریاد زنان مشروطه خواه منظورتونه، اشاره به همونه. بله. و گزارش های دیگه هم که داره، حتی گزارش که راجع به مسائل حرفه‌ای میده، یا مثلا راجع به امتحانایی که میکنن و کارنامه زنان در مجلس، اینا همش با فکت هایی است که نشون میده که نه، اینطوری نیستش که در استان خراسان شعله جنبش یا تحرک زنان خوابیده باشه. عالی. بعدی هم مجله هست باز درباره زنان و ادبیات. این دفعه مجله قرار بودش که چاپی در بیاد، قرار بوده که کاغذی باشه، ولی خب به دلیل شرایطی که میدونیم نشده دیگه. و همین جلدی که میبینید الان فعلا به صورت الکترونیک هست. خیلی هم شبکه تلگرامی هم دارن، یه کانال تلگرام دارن. بله دارن، اومدم توی شبکه های اجتماعی اومد. اما وقتی توش میرین فقط اکتفا نمی کنه به اینکه چهرهای ادبی رو بشناسونه، زنان ادیب رو نشون بده، بلکه نه، در نشون دادن گذشته زنان، از جمله مثلا انتشار یه سفرنامه توسط یک خانومی که از دوره ناصرالدین شاه رفته است و این عجیب هم هست، رفته است مکه و بدون شوهر، چه جالب، با چند تا نوکر و کلفت رفته و تمام اونم نوشته. تازه که سفرنامه‌اش در تهران چه شد، خیلی مسئله مهمی است، توجه رو جلب کرده که انگار سفرنامه‌های دیگه هم داره پیدا میشه که خانم‌ها رفتن و نوشتن. چیز دیگه هم که داره میگه در هر صورت اینه که خب در این ادبیات نیم دیگری از اون جامعه و جمعیت هم سهیم بودن و کلی نویسنده و شاعر زن رو معرفی میکنه. خب بریم سراغ مجله ها. تجربه این هفته با عکس آقای شفیع کتکنی، برخلاف معمول، یعنی در واقع بزرگ داشتی برای ایشونه یا ویژه‌نامه‌ای هست؟ معمولا اینطوری بود که شما میگه، یعنی معمولا اینطور بود که کسی که رو جلد میومد
بعد یه مصاحبه مفصلی هم با خود آقای یزدانی خرم یا همکارانشون باش میکردن و اون به اصطلاح نقطه شروع حرکت. این دفعه اینطوری نیستش، بلکه بهانه خب پیداست چیه. بهانه تذکرات اولیای عطار هست که در حقیقت در حدود 40 سال آقای شفیعی روش کار کرد، منتشر شده و حالا منتشر شد و چنان که نوشته اند همه، بسیاری از عطار شناسان تو همین شماره از آقای استعلامی شروع شده که میشناسیمشون به این عنوان، که درباره خود عطار البته بیشتر نوشتن تا کتاب، ولی بعد آقای سادات شریفی که پژوهشگر در همین زمینه هست کتاب رو نقد و معرفی کرده، با تو هم تنها خوش است، بعد آقای کیوانی که ایشون هم پژوهشگر مترجم هست و در این زمینه کار کرده، یک گفتار مفصلی داره درباره اینکه اصلا چرا تذکرت اولیا و چرا تذکرت اولیا انقدر مهمه و اصلا برای چی تألیف پیدا کرده یک همچین انسایکلوپدیای عرفان ایران. و به همین جهت بعد خانم مریم حسینی میگه که ضرورت تاریخی نوشتن تذکرات اولیا چی بود. قصه خیلی خوبی هم آقای محمود کیانوش نوشته توش که در حقیقت هدیه این شماره هستش به خوانندگانش به نام سهراب، نام پدر رستم. قصه بر پایه اسطوره های ایرانی به خصوص شاهنامه. عالی. خب بریم مجله حق ملت رو ببینیم، شماره سومش در اومده با تمرکز در مورد مهاجرت و رفتن از وطن. شما کدومش رو انتخاب میکنید از بین 30-40 تا مطلب؟ راستش بخواین اصلا این مجله الان مدتها شده مجله محبوب من، یعنی اصلا خیلی سخته که آدم بخواد بگه کدوم خوبه یا کدوم حتی متوسطه، اینقدر مطالب پر و پیمون و مفصلی داره. سعی کرده یه نگاه بی‌طرف و همه جانبه نگری به داستان مهاجرت داشته باشه، کسانی که میرن، کسانی که میمونن و کسانی که بعد از سالها زندگی در خارج از ایران تصمیم به برگشت میگیرن. یه گزارش بسیار جالبی داشت به نام کیس میفروشیم، کیس از خانم فاطمه علی اصغر، داره میگه که خیلی راحت با یه سری بعد در واقع منتشر کرده، پرینت اسکرین گرفته از دیالوگ هایی که داشته احتمالاً خودش با کسی که مثلا میگفته که آقا کیس های مختلف مثلا چیه برات، مثلا برای گرفتن پناهندگی، اگر که مثلا کیس روزنامه نگاری باشه چقدر، کیس نمیدونم پزشک باشی چقدر، وکیل باشی، مذهبی باشی، همجنسگرا باشی، خلاصه همه اینها در اون کیس ها قیمت های چیزی داره مشخص و منطقی داره و خلاصه مثلا این که یک چنین بازاری هست عالی بود. دومین انتخابتون رو بگین، بگم که آقای اسدی زیدآبادی مدیر مجله در مقدمه‌ای که نوشته که فلانی رفت، به همانی رفت، حتی بیساری هم در حال رفتنه. این از نقل مجالس خانوادگی. تلگرام باز کنین و از بدتره، اون والی والیس رفت نیومد، اون مجری ورزشی آرشیوش رو زیر بغلش رفت. از همه اینا مهمتر یکی پیدا شده به نام کریمی قدوسی که میگه همکارانش همه از اون بر اومدن و بعد معلوم میشه خودش یه بار رفته بوده، یعنی خانواده گرفته بود و برگشته بوده. بحثی که سر دوتا بیعته آقای قدوسی، کریمی قدوسی رو انداخته بود. بعد میرسه به اونجا که میگه باور کنید قضیه چنان جدی است که میتونم بگم با این دست فرمونی که جامعه ایران داره میره، شاید خیلی ها برام باشن که کاهش شایسته تر مطبوعاتی اینه که جای اصل و فر رو عوض کنیم و اصلا این موضوع رو بگیم که پدیده ماندن در ایران رو باید به بحث گذاشت به جای معاشرت. اخیراً خبری از نتایج تلخه ولی واقعا بله، اخیراً خبری از نتایج یک پیمایش علمی و رسمی با نام ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان درس کرده که نشون میده تقریباً یک سوم ایرانیان میخوان از ایران برن. یه مصاحبه مفصلی با محمد رسولوف کرده به در واقع به دلیل فیلمی به نام به امید دیدار که روایتی از دغدغه‌های وکیل زنه که دیگه نمیخواد توی ایران باشه، به اون بهانه رفته صحبت کرده و ازش میپرسه که خب شما که الان ممنوع، این مصاحبه البته قبل از حکمی که صادر شده تایید بله. حکم بوده و خب آقای رسولوف میگه اینجا خونه منه و من هر دفعه که رفتم از ایران بیرون برای یه کاری رفتم و دلم میخواسته برگردم. مقاله خیلی خوندنی هم
به نام ریشه در خاک از آقای احمد زیدآبادی هست که اونم توصیه میکنیم بخونن، بسیار عالیه. خب این مصاحبه رو هم بگیم که خود آقای اسدی زیدآبادی کرده، خود مصاحبه با آقای رسولوف. بله خیلی مصاحبه مفصلی هست که متاسفانه ما خیلی وقت نمیکنیم بهش بپردازیم، ولی عالیه. آقای بهنوز، کارتون آخر رو ببینیم از احسان گنجی به مناسبت روز خبرنگار. در حقیقت در یک گزارش می نویسه در این حال تابلو رو هم توجه داشته باشین اون بالا که داره می ریزه سنگ سرتون، سراشیبی هست که همینطور داره می ریزه. در صد ممنون آقای بهنود و همینطور ممنون از شما. منتظر نظراتتون درباره تمام برنامه‌های BBC فارسی، تلویزیون، رادیو و وبسایت هستیم. کافیه که به BBC دیدبان توییت کنید یا به آدرس didban@bbc.co.uk ایمیل بزنید. میتونید با شناسه @BBC شما هم در تلگرام و با هشتگ دیدبان با ما در تماس باشید. ممنون که با ما بودید همینجا و به همراه آقای بهنود از شما خدافظی میکنم. تا هفته آینده شب و روزتون خوش.